دو مقام عراقی روز دوشنبه پنجم مهر اعلام کردند دور جدید مذاکرات بین نمایندگان ایران و عربستان سعودی در بغداد برگزار شده است این اولین مورد از مذاکرات تهران و ریاض پس از آغاز دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد مقام های دولت عراق از ماه ها قبل برای پایان دادن به اختلاف های موجود میان ایران و عربستان تلاش می کنند. یک مقام عراقی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت در ملاقاتی که هفته گذشته برگزار شد مذاکرات در مورد طرحی که دو کشور قبلا در مورد آن توافق کرده بودند از جمله گشایش نمایندگی های دیپلماتیک دو طرف ادامه یافت این مقام عراقی که حاضر نشد نامش در گزارش قید شود افسود مذاکرات هفته گذشته در سطح وزیران نبود ولی آن را در مجموع مثبت ارزیابی کرد دولت عراق طی سال جاری در میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی نقش فعالی ایفا کرده است از اولین دور مذاکرات مستقیم بین تهران و ریاض که ماه آوریل امسال برگزار شد بغداد میزبان چندین دوره گفتگو بین مقامات تهران و ریاض بوده است کارشناسان معتقدند که همزمان با بمبست در جنگ یمن و روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که طرفدار کاهش تنش‌های منطقه‌ای است حکومت عربستان در پی پایان دادن به این جنگ و حضور نظامی خود در یمن است ایرانی ظاهرا به این نتیجه رسیده است که کاهش تنش با ریاض یکی از مهمترین متحدان آمریکا در منطقه میتواند به مذاکرات مربوط به احیای برجام با واشنگتن و سایر قدرت های جهانی کمک کند در یک کنفرانس منطقه‌ای که ماه گذشته به دعوت دولت عراق در بغداد برگزار شد علاوه بر تعدادی از رهبران و مقامات ارشد کشورهای عربی وزیران خارجه ایران و عربستان نیز شرکت کردند. هدف این کنفرانس کاهش درگیری و تنشهای های منطقه ای بود و نقش دولت عراق به عنوان یک میانجی فعال را تثبیت کرد. هنوز مشخص نیست که مذاکرات هفته گذشته بین مقامات ایرانی و سعودی چه دستاوردی داشته است؟ مناسبات رسمی تهران و ریاض در سال 2016 در پی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران که در واکنش به اعدام آیت الله شیخ نمر باقر نمر روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی روی داد قطع شد دو کشور علاوه بر حمایت از گروه های رقیب در جنگ یمن در عرصه های دیگری نیز سیاست داخلی لبنان و جنگ داخلی سوریه نیز در برابر یکدیگر قرار دارند.